به شما دوستای خوبم، وقتتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم از فواید فوق‌العاده و باور نکردنی موز سبز بر روی از بین بردن دیابت برای شما بگم. پس با من در این ویدیو همراه باشید و لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. موز نارست حاوی عمدتاً نشاسته است که 80-70% از وزن خشک آن را می‌سازد. بسیاری نشاسته آن از نشاسته مقاوم است که در روده کوچک هضم نمی‌شوند. بنابراین اغلب به عنوان فیبر در رژیم غذایی استفاده می‌شود. با این حال موز رسیده نشاسته خود را از دست می‌دهد. در طول رسیدن موز نشاسته آن به قندهای ساده مانند ساکاروز، گلوکوز و فروکتوز تبدیل می‌شود. جالب توجه است که بدانید موز رسیده تنها حاوی 1% نشاسته است. موز سبز همچنین منبع خوبی از پکتین است که این نوع فیبر در رژیم های غذایی در میوه ها یافت می شود و کمک می کند تا میوه ها ساختار خود را نگه دارند. پکتین در یک موز رسیده تجزیه می شود و باعث می شود تا میوه نرم و خمیر مانند شود. پکتین و نشاسته در موز سبز مقاوم هستند و می تواند تعدادی از مزایای سلامتی از جمله بهبود کنترل قند خون و سلامت بهتر دستگاه گوارش را ارائه دهند. هر دو موز سبز و زرد مغذی هستند. موز سبز و زرد هر دو منابع خوبی از بسیاری از مواد مغذی مهم هستند. اگرچه مشخصات دقیق مواد مغذی موز سبز در دسترس نیست، آنها باید همان ریزمغزهای موزهای رسیده باشند. انواع متوسط موز سبز یا زرد یعنی 118 گرم حاوی 3.1 گرم فیبر، 12% پتاسیم، 20% ویتامین B، 17% ویتامین C، 8% منگزیم، 5% مس، 15% منگنز و در حدود 105 کالری دارد که بیش از 90% از کربوهیدرات است که علاوه بر این موز چربی و پروتئین بسیار کمی دارد. داشتن سطح قند خون بالا یک نگرانی عمده ی سلامتی است. اگر قند خون بالا با گذشت زمان درمان نشود، ممکن است منجر به دیابت نوع 2 و افزایش خطر ابتلا به سایر مشکلات جدی سلامت شود. هر دوی پکتین و نشاسته مقاوم در موز سبز ممکن است به کنترل قند خون بعد از غذا کمک کند. موز سبز نارست رتبه پایین در شاخص قند خون به مقدار 30 دارد. موز کاملا رسیده یک نمره در حدود 60 دارد. شاخص قند خون نشان می‌دهد که چگونه مواد غذایی به سرعت سطح قند خون را بعد از غذا خوردن افزایش می‌دهد. مقیاس از 0 تا 100 در نظر گرفته می‌شود و مقادیر پایین‌تر برای کنترل قند خون خوب هستند. مرسی که با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.